کلام خداوند ما رو من میکنه که حسادت دلیل ثروت ما نباشه. در امثال 14:30 میخونیم که اعلام میکنه آرامش فکری به بدن سلامتی میبخشد، ولی حسادت استخوان را میپوشاند. یه اطلاعات خیلی کمی درباره تب سوزنی دارم. تب سوزنی گذشته از این که به درمان مریض میپردازه، یه نگاهی داره به شرایط روانی او و معمولاً برای درمان قسمتی از اون بدن از نظر روانی اون رو بررسی میکنه، به این نوع که اگر شخص حسود هست میتونه، اینو برفرض میگم، لطفاً نگید حالا کشی رستی نمید، برفرض میتونه به کبدش آسیب بزنه. همچون مانند دروغ، میدونیم که کسی که دروغ میگه به بیش از 30 نقطه بدن خودش آسیب میزنه و دستگاه دروغ سنج اولین دستگاهی بود که نسبت به اون احساسات روانی انسان سالها، نمیدونم چند سال، خیلی وقته دستگاه دروغ سنج اختراع شده. ما هر عملی رو انجام میدیم که به خاطرش آفریده نشدیم و تحت اراده خدا نبوده، در وجود ما واکنش بد نشون میده و همون میتونه به ما آسیب برسونه. پس حسادت هم میتونه به بدنهای ما آسیب برسونه. ما نمیتونیم برسته این که میخواییم رقابت بکنیم یا برادرم یا دوستانم یا هموطنانم امروز شرایط مالی بهتری دارن و بگم اینم انگیزه خوبی میتونه باشه برای من که من بتونم در این رابطه موقعیت خوبی رو داشته باشم.